نشست تجربه های دادخواهی رو که به همت بنیاد رسانه‌ای زمانه برگزار میشه و دلیل و انگیزه برگزاری این نشست هم آغاز به کار رسمی سایت دادخواست هست که خوشحال میشیم اگر دوستان هم به این سایت سر بزنن، احتمالاً دادخواهی های خودشون رو اونجا مطرح بکنن و به ما کمک بکنن برای اینکه بتونیم این روند رو طی بکنیم با این چشم انداز که سایت دادخواست رو با یک هیئت مدیره مستقل کارش رو پیش ببریم. اینجا با ما جناب آقای عبدالکریم لایجی هستند، همینطور سرکا خانم مدیره برادران و خانم ویکتوریا تماسی. سخنرانی ها رو شنیدید. من اجازه میخوام که با یک روایت شروع بکنم. در تهران چندین در دوره اصلاحات که آقای لایجی بهش اشاره کردن، در یک نشستی بابک احمدی در کنار بهرام بیضایی و کامران شیردل گفت که خوشحال از این که در کنار دو هنرمندی مینشینه که از دست دو رژیم سرکوبگر جان سالم به در بردن. حالا من هم واقعا خوشحالم از اینکه اینجا کنار شما نشستم که به تعبیر به همین صورت در واقع از دست به نوعی جمهوری اسلامی جان سالم به در بود. من میخوام از این نقطه شروع بکنم و فکرم میخوام که بیشتر از یک نوبت سوال نکنم، برای اینکه میدونم که دوستان مشتاق هستن که سوال خودشون رو با شما در میون بگذارن. ما یک وبینار داشتیم با خانم کار در روزهای گذشته که اون رو هم توصیه میکنم علاقمندان روی سایت ما ببینن، در باره همین موضوع دادخواهی. مسئله‌ای که اونجا مطرح شد و امروز هم به نوعی در صحبت‌های شما بود، مشروعیت امر دادخواهی است. یعنی اینکه مثلا الان خود خانم کار در پرونده مربوط به آقای سیامک پورزند دادخواهی خودش رو علاوه بر سازمان ملل به نوعی به دادگاهی در آمریکا هم برده. آیا وقتی که شما میگین که آقای لایجی که دیگه امکانی برای دادخواهی نیست، من مثلا جانم رو برمیدارم و فرار میکنم، با این روی کرد پس از اون، یعنی وقتی که ما در یک چنین موقعیتی قرار میگیریم، آیا دادخواهی ما از مراجع بین المللی یا از دیگر قدرت ها و دولت ها میتونه مشروع باشه یا میشه اتفاق بیافته؟ دادخواهی یه معنی عام داره، یه معنی اخص داره. معنی عامش خب همین کاری که الان شما دارید میکنید با همین سایت دادخواست، یعنی طرح یک شکایت، طرح یک در حال پایمال شدن حق. یکی معنی خاص کلام است، یعنی از یک مرجع قضایی، از یک مرجع قضایی دادخواهی کردن برای اینکه در حال اون حق پایمال شده به یک صورتی ترمیم بشه. در ساختار سازمان ملل همچین چیزی پیش بینی نشده، نیست، بلکه اصلا سازمان ملل خودش یک نهاد غیر دموکراتیکه. سازمان ملل نتیجه در حال توافقی است که کشورهایی که در جنگ جهانی دوم برنده شده بودن، یعنی اونها اومدن این سازمان به وجود آوردن. خوبم هست، یعنی حداقل در حال یکی هم اون هم اتحادیه اروپا حداقل امتیازی که داشته این هستش که از سال 45 تا الان دیگه جنگ جهانی نشد. حالا موازنه قوا من تو این مسائل زیاد نمیخوام برم، ولی وقتی که میگن که تنها مرجعش، تنها نهادش شورای امنیته که اون شوراست که میتونه ضمانت اجرا بده به تصمیمات مجمع عمومی یا تمام نهادهای وابسته مجمع عمومی، شورای حقوق بشر و فلان، ولی اونجا 5 نفر حق شیر دارن، یعنی حقوق ممتازه دارن. اونم اون 5 تا نماینده 5 کشوری هستن که اون کشورها فاتح جنگ بودن، البته چین بعداً وارد شد. خب بنابراین از سازمان ملل نمیشه ما داد تقاضای دادخواهی بکنیم. اگر منظورمون دادخواهی باشه، دادگاه جزایی بین المللی هم که بعد از 50 سال مبارزه مدافع حقوق بشر، یعنی شما ببینید 1948 اعلامیه جهانی حقوق بشر تصویب میشه، 1998 تازه اساسنامه تشکیل دادگاه بین المللی در روم که من حضور داشتم به تصویب میرسه. الان هم ببینیم
از این پنج کشور، از این پنج دولت، سه تاشون عضو اتحادیه جزایر بین‌المللی نیستن. و بیشترین نقض حقوق بشر هم در این سه تا کشور و در رأسشون ایالات متحده آمریکا. اگر ایالات متحده آمریکا عضو دادگاه جزایی بین‌المللی بود، الان سر کارش دادگاه جزایی بین‌المللی بود، چه در ارتباط با عراق، چه در ارتباط با افغانستان و در ارتباط با خیلی جاهای دیگه. ولی خب به این صورته. بنابراین وقتی میگیم دادگاه دادخواهی به معنای اخص کلمه، اون موقع من حرف مهرانگیز کار رو میفهمم و او به اوست که باید تصمیم بگیره. برای اینکه در حال مرجع او بعد اینه که کدوم مرجع میتونه امکان دادخواهی رو بده. خود من هم در یک، چون من گفتم من در تجربه دادخواهیم در هر ظرف و زمان و مکانی فرق میکرده. موقعی که زهرا کاظمی رو هنوز بستری بود در بیمارستان و ما میدونستیم که در حال کماست، پسرش از کانادا اومد تماس، من نمیشناختم، پسرش از کانادا اومد تماس کرده و وضع مادرش رو گفت و با گفت من میخوام شما در حال وکیل من باشید، مشاور من باشید. گفتم خیلی. بعد که اعلام کردن که زهرا کاظمی فوت کرده، خب من به استفان پسرش با هم تلفنی صحبت میکردیم، گفتم میخوای چیکار کنی؟ گفت هیچی، ما فعلا میخوام که جسد مادرم رو تحویل بدم. مطابق قوانین، حتی قانون جمهوری اسلامی، در حال وارث یه شخص، حالا چه مقتول چه متوفا، اون باید تصمیم بگیره درباره وضع به اصطلاح کفن و دفن پدرش، مادرش، در حال کسی که فوت کرده. اول سریع سفارت کانادا در تهران، ما مقدمات و کار رو انجام دادیم، یعنی رابط سفارت کانادا بود، من نبودم، ولی حتی یک متنی رو ما آماده کردیم، استفان هاشمی هم امضا کرد، ترجمه‌ش هم کردیم، به زبان فارسی فرستادیم برای سفارت کانادا، که استفان کاظمی از دولت جمهوری اسلامی خواسته بود که جنازه مادرش رو به کانادا بفرستن، برای اینکه مادر او هم ملیت کانادایی هم. بعد از چند روز ما خبردار شدیم که آقای سعید مرتضوی رفته و مادر پیر این شخص زهرا کاظمی رو زیر فشار گذاشتن و از او، در صورتی که او مطابق قانون جمهوری اسلامی او نیست که باید اجازه بده، پسره، برای که طبقات ها ارث می کنم، یا اون طبقه اول فرزنده، بعد بردن در شیراز دفع کرد. البته بعد از مدت ها، چند سال بعد، پرونده را افتاد، یه در دوستان ما هم اومدن وکالت استفان رو قبول کردن، خانم عبادی، آقای عبدالفتاح سلطانی، آقای سیستانی، دیگر رو چونش هم بعد خوردن، کاری ندارم. اما خود من بعد از دو سه سفر که من به کانادا رفتم و گفتگوها که با دولت کانادا داشتم، گفتم باید در کانادا طرح دعوا کنیم، در دادگاه کانادا علیه جمهوری اسلامی تردعوا کنیم، و متاسفانه مناسبات دیپلماتیک همیشه مقدم بر توصیه یه حقوقدان یه وکیل بود و به جایی نرسید. بنابراین این قربانیست که باید تصمیم بگیره به کدوم دادگاه رجوع کنه، دادگاهی که میدونه که دادخواهی ازش محال نیست یا لااقل ممتنع نیست، اون وضعی که الان متاسفانه مردم ایران گریبانگیرش هست. سپاسگزارم. خانم برادران، شما به کدوم دادگاه رجوع میکنید؟ یعنی شما به عنوان یک دادخواه با توجه به این صحبتها مرجعی که بخواید بهش رجوع بکنید کجاست برای دادخواهی؟ همچنین که آقای لاینجی هم اشاره کردن، گفتن توضیح دادن کاملا، من هم تو همون کاری که میکردم در همون در تجربه چیز مده کمیسار حقیقت علی فراموشی، من هم دقیقت وقتی که این حتی آشناشتم با این نهادها مثل که این قریه یاد دادگاه هایی که اومد ها تصدیه های شوره امنیت بیره و اینا دیدم که دقیقت برای ما نمیخانش نیست، برای سرکم دوتو راحت این را امضا نکرده بودیم و دقیقت غیر از مسئله مورد زمان که در مورد دهی شست مورد زمان میشون، چون باید تشکیل دادگاه من سنو درش بود، 2001 تشکیل دادگاه بود، ما این امکانش وجود نداشت. ولی کلن من اصلا هستش که اشاره خیلی گذرا کردم، من دقیقت از این مسئله دادخواهی رو، از این جنایت چیزی که ما به صورت مواجه هستیم، من این رو در چیزی میدم که دقیقت بتونه یک جنبه محاکمه یا هر نوع دادخواهی دیگه دقیقت بتونه روشنگری بکنه برای افکار عمومی چه جهان و چه داخلی. دقیقت با یک همچین
تأثیری من یه رویکرد من این چه این هستش که ولی همچه دادگاهی چه یه زمانی بشه در داخل ایران که چقدر بهتر یه زمانی که دقیقا شریعت الان دلانی نباشه این وضعیت نباشه و این جمسال نباشه من دقیقا ترجیم دم و یا در سطح جهانی اگر این امکان باشه دادگاه میخونست که اون برای یک وضعیت خاصی بود که یک ابعاد پیدا کرده افکار عمومی جهانی و داخل ملی. سپاسگزارم هستم. خانم تماسبی شما توی صحبتاتون خب به حال به دادخواهی سیاسی اشاره کردید. الان همین سیر داره در واقع به نوعی میاد به سمت اونچه که شما مطرح کردید. با توجه به این موانعی که به نظر میاد وجود داره برای دادخواهی سیاسی فکر می‌کنید خب یک دادخواه چه باید بکنه احتمالاً؟ من اگر اجازه بدین در مورد این دادگاه که گفتید به کی باید رجوع کرد این نکته رو بگم. من فکر میکنم که مهمترین دادگاه الان برای با خصوص کشتار دهه 60 که در ایران اتفاق افتاد دادگاه افکار عمومی مردم ایرانه و روایتگری هایی که داره میشه و افشاگری هایی که داره میشه و داستان های کسانی که در اون زمان بیگناه حتی بعضی ها که اکثرش حتی زندانشون حکمشون تموم شده بود بچه های 17 ساله 18 ساله داستان های را همه ما میدونیم ولی افکار عمومی ایران تازه داره با این مسئله آشنا میشه و ممکنه شما با من مخالف باشید ولی مسببین حداقل اونایی که زنده هستن مسببین این فاجعه کسایی مثل آقای رئیسی رو مردم ایران خوب میشناسن برای همینه که با آقای رئیسی رای داده نمیشه شاید یکی از علتهای اون به اعتقاد من دقیقا مقصر دونستن ایشون در اون زمان کشتارهای یعنی توی عضو کمیته مرگ بودن ایشون باشه بنابراین به نظر من مهمترین دادگاه الان دادگاه افکار عمومی ایرانه و بذارید من فقط یک قصه خیلی کوتاه بگم ببینید مردم ایران توی وجدان عمومی مردم ایران کاملا این مسئله مظلوم بودن ایران در دوران جنگ و کشته ها و سربازایی که در توی جبهه ها کشته شدن و بمباران شیمیایی که خوزستان شد توی وجدان عمومی مردم ایران حک شده درسته یعنی اون زمانی که این کارخونای آلمانی و آمریکایی و انگلیسی و فرانسوی به اینها بمب صدام حسین بمب شیمیایی میفروخت و اون توی جبهه های ایران خالی میکرد و هزاران سرباز ایرانی رو میکشت و شیمیایی میکرد هیچ کس در جهان هیچ حرفی نزد و سکوت کاملا سکوت خبری بود من میخوام بگم که کشتار نسل انقلابی ایران و کشتار 67 باید توی وجدان ملت ایران همچین جایگاهی پیدا کنه و داره به نظر من یواش یواش داره این اتفاق میفته بیگناهی این آدم ها مظلوم بودنشون و این دروغ بزرگ که به نظر من هنوز هم رایجه که اینها کسانی بودن که چیز مبارزه مسلحانه میکردن اینها اسیر بودن یعنی جمهوری اسلامی اسرا رو در واقع کشته بنابراین به نظر من ما باید تلاشون رو بذاریم برای اینکه افکار مردم، افکار عمومی ایرانی ها رو به جزئیات این واقعه و اینکه اینها چه کسانی بودن، زندگی، شهر زندگیشون یعنی من بعضی وقتا میرم کسانی که خودم میشناسم که اون موقع اعدام شدن میبینم یه پاراگراف بیشتر در موردشون توی اینترنت نیست بعد این همه سال برای چی آخه؟ این آدم ها داستان داشتن آرزو داشتن، نمیدونم زندگی پلباری داشتن ولی همش یک پاراگراف یعنی ما بیشتر از این واقعا بعد از 30 سال نمیتونیم انجام بدیم اینا گلهای منه در واقع شما روی کردتون این است که دادخواهی باید با آگاهی بخشی به نوعی پیوند بخوره و تاکید بر آگاهی بخشی است سپاسگزارم از شما چون به هم خیلی فرصت نداریم من هم ترجیح میدم که دوستان که اینجا هستن سوالهای خودشون رو مطرح بکنند همکاران حتما در واقع میکروفون رو به شما میرسونن که سوالاتتون رو مطرح بفرمایید من سوال دارم حتما من یه پرسشی دارم و یک نگرانی بذارید بگم که این برمیگرده به این دوره‌بندی تاریخی
ببینید ما به درستی به سال 67 اشاره میکنیم در این اوج جنایتی که بوده، در این تردید اصلا نیست. بعد در این گفتگوهایی که برای دهه ها داشتیم آهسته آهسته اومدیم به دهه 60 نمیگیم 67، میگیم دهه 60. و حالا من این برای من پرسشه، چرا 50 هم رو فراموش میکنیم؟ چرا سالهای نخست انقلاب رو فراموش میکنیم؟ چرا پشتبان مدرسه رفاه رو فراموش میکنیم؟ چرا کشتار قارنا رو فراموش میکنیم؟ چرا کشتاری که در ترکمنصحرا اتفاق افتاده فراموش میکنیم؟ چرا نباید خودمونم چرا باید خودمونم محدود کنیم به دهه 60؟ این اتفاق، این جنایت درست با انقلاب آغاز شده. ما باید به 50 هم در حقیقت نگاهی داشته باشیم و شاید جایگاه 50 هم در حرفا و در گفتمان خودمون لحاظ کنیم. کاملا با صحبت دوستان اتابکی من موافق هم. ببینید این 1975 فرانکو مرد. هفته پیش، در روز پیش، تازه جنازه فرانکو رو از اون قبرستان، یه قبرستان شهدای در حال جنگ های داخلی کشتن میشد. بنابراین دادخواهی فقط از یک بُعد نیست، از یک زاویه نیست. دادگاهی، دادگاهی تاریخیه. یعنی بالاخره باید وضعیت قربانی، وضعیت با دشخین باید از نظر تاریخی روشن بشه. یکی. دوم اینکه الان یک دست که یک نهادی وجود اومده به اسمش گذاشتن دادگستری در گذار انتقام، ترانزیشنال جاستیس، یعنی در دوره انتقام. فردای الان که مشکلات مرتب هم دارن هی انواع و اقسام آلترناتیف ها و گذارها درست میکنن، خب فردای امروز میخوان چه کار بکنن؟ من از پشت بام مدرسه هم شروع نمی کنم. من برمیگردم به قبل. من برمیگردم به اینکه چگونه بیژن جزنی و رفقاش رو توی تپه های اوین تیرباران کردن. من برمیگردم به تمام اعدام. من گفتم در فصل ها، ظرف های زمان و مکان متعدد در 50 و چند سال زندگی حقوقی من بخاطر همینه. تمام این نظر تاریخی باید مشخص بشه، تحقیق بشه و اینجاست کار بزرگی شما ها میکنید برای دوکیومنتر کردن این کار، برای جمع‌آوری این اسناد، برای شناسایی مسئولان این کار، برای اینکه اولین شرط دادخواهی در دوران گذار کشف حقیقت. یعنی باید به چه اتفاق اصلا افتاده بعد میره. برای همینم هم تمام این حتما در صحبت منیره عزیز بوده، چون صحبت کرده از در حال کمیسیون های حقیقت ها در کشورهای دیگه، تمام اونها در وعده کاری که در آفریقا جنوب شد غیر از این نبود که قربانی با شکنجگر با زندانبان با هم میشستن و میگفتن بگو چه اتفاقی افتاده. و این نه فقط حق قربانیست، حق جامعه است، حق تاریخ اون کشوره. بعد بدونن آقا 53 نفر کی بود، چی بود، چی بود، چه اتفاقی افتاد که تازه بعد از 50 سال مثلا باید بگن که اینا در دادگاهشون که در دادگاه های نظامی نبود، در دادگاه های دادگستری رضاشاهی بود 1718، میگن آقا ما شکنجه شدیم، با شکنجه ما از ما اقرار گرفتن ولی محکومشون میکنن. یعنی این وقایع بعد اتفاق میفته، کاری که از طریق این دادخواست تمام این نهادهایی که حالا به وجود اومده ها برای در حال مستند کردن این شهادت ها تا اون روزی که در اون گذاری که دیگه دادخواهی ممتنع نباشه، حالا چگونه اونو من میگذارم به عهده نسل یا نسل های بعد که چه راهی رو انتخاب میکنم برای اینکه اول حقیقت کشف بشه، بعدن حالا مجازات بشه نشه اون مسئله، مسائل دوم سوم چهارمه، ولی اول حقیقت کشف بشه. این توصیه خدا بودم آقای اتابکی، من اتفاقا با این سوال گنجشتم که چرا قبل از انقلاب نه. اگه از جهت تاریخی در نظر بگیریم این کاملا این درسته، این
نکته که مطلب کنید. اتفاقا اینم جالب هستش که ببینید که روایت های اون قبل از انقلاب دهه 50 حتی از قبلش هم نه هم بعدها در دهه 60 شمسی بگم منتشر میشه، یعنی خاطرات زندان های دوله شاه هم حتی در قطع بگم مؤخرتر بر نوشته هایی که ماست که مثلا شروع کردیم به نوشتن، یعنی دقیقا نشون میده که یک پروسه تاریخی بعد از انقلاب با اون صورت اشتابی که داشت اون فضایی که سریع ایجاد شد اون دقیقا اون فرصت پیدا نکرد اونو به اصطلاح بیان کنه. بچه اون محاکماتی هم که در مورد شکنجه‌گران آرش شد اینو که یادتونه که انجام گرفت که دقیقا در یک سیستم کاملا غیر عادلانه دادرسی و فرانت ها دقیقا یک جوری مثلا سر یک جای دیگه بود. من ولی از جهت اینکه من خودم در رابطه با نوعی کاری که دادخواهی میکنم به دهه 50 نمیپردازم گرچه خودم مثلا خانواده من بردم موقع اول داشت کشته شده از اعضای خانواده من و زندان بوده، خواهرم خودم بودم، همه عموزاده اینا، ولی اون مسئله چون دقیقا حکومتی که نیست، یعنی دقیقا الان حتی دادخواهی یک جاش، یعنی اون جمهوری اسلامیه، اون ساختار هستش که سر قدرت و همچنان داره حکومت میکنه، یعنی دقیقا این از این جهتش بره. منتها در رابطه با مسئله قارناق و مسئله اعدام‌های بعدی از نظر من یه جایی من توضیح دادم تو نوشته ها من دهه 60 میگم یه جوری دقت این بزرگش میکنم دهه 60 برای کیم سخته یا مثلا گفتم که بعد از انقلاب، یعنی تمام دوره 10 سالی هستش که بگیریم تا مثلا تا 67 دوره اینا توضیح دادم که و بعد یک چیز دیگه هم باز اینجا مطرحه، یعنی برای من مطرح شده شما مخالف باشید ما یک جایی از موضع مخالفت با اعدام و بعد دادرسی عادلانه اینجا در واقع همینا جا دارن همه اینها، ولی یک جایی یعنی برای من هم هستش که همین اشاره کردم به مثلا کنجاب به انقلاب، درسته که اعدام ها ویدا هم در کنجاب به انقلاب پیش میره، یعنی انقلاب نباید اینو میخواست که به اینجا بکشه که مثلا خانم فروف پارسا اعدام بشه با اون فقه مثلا شدت و خوشحالی که دیدیم، ولی یه جایی هستش که مخالف سیاسی شده این تصفیه حسابی که میکنه با حذف مخالفین اونجا دیگه برادر من یه تفاوتی نه که بگم برترین برترین نه ها، یعنی در اینجا یک مقوله دیگه ای میاد که اون مثل ادامه های البته از قبل از 60 هم شروع شده ولی با 60 که اوجش میشه دقیقا حذف هر مخالف و دگراندیشیه که از این یعنی یکم رزق کاریای داره، ولی از اینجا من نگرانی من نگفتم، من اشاره تاریخی رو گفتم، نگرانی من نگفتم، نگرانی من اینجاست که نگاه ما به دادخواهی نگاه ساختاربنده، یعنی ما آدمهایی که در درون سازمانهای سیاسی هستند در حقیقت و اوجش رو در اوائل شصت ببینیم هشدار اینها رو به دیده میگیریم، همش هم مکتوب مدونه، ولی ما پیش از اون آدم‌های غیر سازمان یافته داشتیم، روستاییان رو داشتیم که در حقیقت اینا قتل عام شدن در کردستان، اینها چون وابسته به سازمان‌های سیاسی نبودن در حقیقت هیچ وقت به عنوان تاریخ اون عاملیت رو پیدا نکردن که صدا داشته باشن در این کشتار در این شهادتی که در شهادتی که برای این جنایت بوده صاحب صدا باشن. نگاه من نگرانی من اینه که ما پهلو گرفتن مومی این داستان یه پهلو گرفتن از بالا به پایینه، تو از پایین به بالا و عاملیت آدم های غیر سازمان یافته رو در حقیقت ببینید، آدم هایی که بی صدا هستند، بچه هایی که سازمان های سیاسی بودن صاحب صدا بودن، رفیق داشتن، برادر داشتن و اینا میتونستن از اینا دفاع کنن، ولی روستاییان قارنا بی صدا بودن. خیلی متشکرم آقای عطبکی. من اجازه خواهی کنم. من دکتر شما درست میگید. من فکر میکنم که اگر خاوران روایت ملی باشه به جای روایت گروهی یا روایت سیاسی میتونه سمبول تمام کشته شده ها و قربانیان بی صدایی باشه که در تاریخ ایران هیچ گونه نمایندگی در روایتگری نداشتن و برای همینه من اصرار دارم که واقعا خاوران سمبولیک باید یک روایت ملی باشه تا یک روایت فرقه یا گروهی. با تشکر و سپاس از زمانه دکتر لنجی، منیر عزیزم و خانم تماسی،
اونچه که در بیان دیدگاه منیر جان و خانم طهماسب بیامد بیشتر به نظرم دادخواهی رو تقلیل دادند. البته من میدونم دیدگاه منیر را به صورت عموم ولی اونچه که امشب مطرح کردند به نظر من تقلیل دادخواهی فقط به جنایت سال 60 و 67 ما رو به عدالت نمیرسونه. آریه میگیرم بیان دکتر لایجی رو، غایت دادخواهی تحقق عدالت. وقتی صحبت از عدالت میشه یعنی یک ظلمی صورت گرفته. این ظلم هم با توجه به نگاه حقوق بشری عطف ما سبب داره. یعنی ما نمیتونیم بگیم که ظلم در ایران از سال 57 آغاز شده و حتی اگر مبدأ رو بگذاریم در سال 57 من فکر میکنم حتما به گروه های سیاسی، حتما به دوستان و رفقای ما در سال 60-67 جنایت صورت گرفته. اما این تنها جنایت حکومت اسلامی نیست. حکومت اسلامی نسبت به مردم بلوچستان جنایت کرده، نسبت به افزایش کودکان کار یک نوع جنایته، تقلیل سن تنفروشی جنایته، ظلمی که بر زنان ایران در عرض این 40 سال علی‌رغم سکوتی که زنان نمی کنند اینها همه جنایته. بنابراین وقتی صحبت از دادخواهی میشه به واقع عدالت، عدالت هم یک امر پیگیره. برای چی دادخواهی نمیتونه، میتونه روی کرده سیاسی داشته باشه ولی نمیتونه ماهیت سیاسی داشته باشه؟ به همین دلیله. به محض که مفاهیم سیاسی میشن تقلیل پیدا میکنن، یعنی اون میره توی حوزه نظری مشخص و معین و بعد به اینجایی میرسیم که امروز هستیم. و متاسفانه برای کشتگان سال 67 یا 60 امسال بعد از 30 سال هنوز که هنوزه یک بزرگداشت عمومی گرفته نمیشه، هر گروهی برای خودشه. این نشان از این داره که مفهوم دادخواهی هنوز مشخص نیست. خیلی ممنونم. فرصت محدوده، ما اینجا یک سوال بعد شما رو داریم و بعد هم در انتهای سال. اگر دوستان لطف بکنن کوتاه‌تر چون ما باید سالن رو در واقع تحویل بدیم. من سوالم از آقای لایجیه که فرمودن که این دادخواهی برای باید همه دادخواهی ها رو ما دنبال کنیم. ما میخواییم از تجربهش استفاده بکنیم و این دادخواهی ها نه به صورت انتقام. اینو من فهمیدم. بعد سوالم اینه که از آقای لایجی که فرمودن که آره مشکل مردم ایران دیکتاتوری رهبری و راحلش هم فرمودن، اما مردم ایران تاریخاً ما چون این همین سرفصل رو داشتیم موقع رضا شاه که میخواست بشه توی ترکیه هم همین موجود همین اوضاع بود، توی عراق هم یه همچین اوضاعی بود و رضا شاهی پیدا شد و حول اون تونستیم ما شکل بدیم دوباره دموکراسی رو، دوباره تونستیم به پیشرفتی که رسیدیم با رضا شاه رسیدیم، یعنی یه واقعیت تاریخی، حالا زور بود اجبار بود ولی باعث پیشرفت کشور ما شد. و من به دوران شاه اصلا به عنوان یک انتقام نگاش نمی کنم، به عنوان یک تجربه باید ازش استفاده کرد، چون شاه هم یک وطن پرست بود. واقعیت اینا رو به ما نشون میده، یک دوستارش وطن بود. خیلی من سپاسگزارم. اگر اجازه بدین برای اینکه بتونیم سوال دیگه هم بگیریم ممنونم از شما. بعد هم گردیم اگر بازش من پرسشم رو متصل میکنم به ادامه صحبت آقای عطارکی و دوستمون. اشاره شد به دادخواهی در جاهایی مثل شیلی، آرژانتین، اینا اتفاقا متاسفانه شکست خورده اونجا دادخواهی. علتش این هست که دادخواهی سیاسی شد و این شد نخبگان سیاسی و ایزوله شد، تبدیل شد به یه جزیره و یه جایی مردم گفتن ما دیگه خسته شدیم، حوصله‌شو دیگه نداریم.
قلقانم ما این رو میشنردیم، یعنی احیاناً اگر مفهوم دادخواهی رو آقای لایجی گفتن در مفهوم اخص کلمه یا مفهوم عمومی کلمه، اتفاقاً ما این بهتری تفکیک نشه، یعنی اینها به صورت جزیره در نیاد، این دادخواهی سیاسی، یعنی ما زنان رو داریم، زحمتکشان رو داریم، معلولان رو داریم، کودکان کار رو داریم، روستاییان رو داریم، این ستمدیدگان از مشکلات بی آبی رو داریم، یعنی انواع اقسام این مهاجران رو داریم، تبعیدیان رو داریم، یعنی طیف وسیعی داریم. و اتفاقا ما میبینیم که همین سایت دادخواست زمان نشون میده که به صدا در میاد، یعنی نسبت به مثلا 40 سال پیش که فقط متمرکز میکردیم دادخواهی سیاسی، الان معلولان برای خودشون به درستی دادخواهی میکنن، یعنی اینکه ما این پیوندها اگر برقرار نشه ما هم یک جزیره میشیم مثل شیلی و آرژانتین و این مشکل کنونی ماست. خیلی ممنون. سوالم کوتاه نگه میدارم. با توجه که دهه 70 شمسی اصلاح طلبا روی کار اومدن و خیلی هاشون خب در زمان دهه 60 بالاخره جز حاکمیت بودن، حالا شاید به شکل شخصی در این جرایم نقش نداشتن ولی حداقل همراهی کردن و در مواردی توجیه کردن. این گفتمان اصلاح طلبی خب موقعی که به روی کار اومد برای اینکه توجیه بکنه که بگذریم از مسائل دهه 60، خب گفتمانش این بود که فراموش کنید، سر کنید دیگه به اونها مسائل برنگردید. و اوجش رو شاید در این ویدیو آقای ابراهیم نبوی که آنلاین دست به دست میشه که ایشون گفتش که وقتشه که فراموش کنیم از کشتارهای 67 و اگر بخوایم واقعا جلو بریم دیگه نمیتونیم به این مسئله برگردیم. سوال من اینه که واقعا گفته ما این نوع طرز تفکر که اگر به این کشتارهای در 67 برگردیم و در 60 برگردیم باعث میشه که نتونیم جلو بریم و گیر کنیم در گذشته، چقدر باعث شد که این جنایات مسکوت بمونه و بهش توجه کافی نشه؟ شاید خانم تماسی که توی مسائل تخصص دارن بتونن جواب بدن. خیلی متشکرم. ما برای یک سوال دیگه وقت داریم و متقاضی هم زیاده. حالا اگر که زحمت بکشید کوتاه، خیلی کوتاه سوالتون رو مطرح بکنید میرسید برای کنیم که سوال همه رو بگید. سوالم از آقای لاهیجیه که موانع دادرسی عادلانه رو خود حکومت دینی دونستن. برام سوال به وجود اومد آیا واقعا اینه؟ ما قبل از انقلاب حکومت دینی نداشتیم، اون موقع هم ما دادرسی عادلانه رو انتظار نداشتیم و نکردیم. خود شما هم بودین، هم حقوقدان بودین، هم مخالف سیاسی بودین. آیا فقط اینه؟ چه دلیل داری که ما حتی قبل از انقلاب هم این کار رو نکردیم؟ از سوال دیگه هم میگذرم. خیلی متشکرم. اگر که این دوستان این ور هم خیلی متشکرم. من یک سوال از خانم ویکتوریا طهماسبی دارم و یک سوال بعد از به خصوص آقای لاهیجی. فقط سوال و بحث خودم نمیام. شما فرمودین که مراجعه به آراء و افکار عمومی در دور وقتی ازتون سوال شد که دادخواهی رو چگونه میبینید، اگر مراجعه به افکار عمومی نقل قولی شد که آقای لاهیجی از هانا آرنت آوردن به درستی و این افکار عمومی خواست بده تر و خشک رو به تیهای چراغ برق آویزون کنه، شما چگونه میخواید جلو این افکار عمومی رو در تعریف خود اون افکار عمومی که بهش دادخواهی میگه بگیرید؟ این سوال من از شماست. من بشه خواهش کنم که به همین یک سوال در خنده بکنیتون اینجا باید سوالی مهمه. در واقع سوال اینه که آنچه که صحبت نشد امشب تعریف ارزشی از داد و دادخواهیه. سوال من از آقای دکتر به خصوص اینه که فرض میکنیم یه هواپیما به یه جزیره سقوط میکنه میفته یا بندره کوهستان جایی که دسترسی بهش نیست، اینجا یه صد نفر، صد و چند نفر برای مدتی قرار زنده بمونن. تعریف ابستراکت برای داد در یه چندین وضعیتی ما داریم یا نه؟ به عنوان مثال گرسنگی تعریف ابستراکت داریم.
حتی تو جوامع غیر انسانی و حیوانات هم معنی داره، یا تشنگی یا گرسنگی، برای داد و برای اینکه اینا خودشون حفظ کنن تا شرایط اجتماعی مناسب تری پیش بیاد و چند تا حقوقدان هم بین اینا باشن رو چگونه شما ارزیابی میکنید؟ یعنی با گرفته از داده های تاریخی است و برداشت های آکادمیک، آیا اصولا میشه یه تعریف ابستره از این مقوله داد کرد؟ خیلی ممنون، امیدوارم که تونسته باشیم سوال همه دوستان بگیریم. خواهشم ضمن این که به نظرم بسیار زیبا آمد که دادخواهی رو خیلی عمومی تر بگیریم، به دادخواهی های دیگر هم برسیم، اما مسئله من الان در مورد خاوران و دادخواهی ویژه است. اوج دادخواهی به توسط مادران خاوران و زنانی که اون همبستگی های اولیه رو با اون کشت و شدگان داشتن ما دیدیم، مادران خاوران، مادران پارک لاله. حالا با توجه به اینکه اینا کم کم دارن از بین میرن و اینا زیبایی کارشون هم این بود که خشم خودشون از بین نبردن، اما به خشونت تبدیل نکردن، اون احساس خشم رو به دادخواهی تبدیل کردن. الان این تفاوت نسل‌ها که داره اون کم رنگ میشه، نسل جدید رو در دادخواهی چجوری میبینید؟ خیلی مشکل کرد. یه سوال هم اینجا پس داریم تا داریم چیز میکنه؟ مشکل اینجا شما میگید وقت ندارید و من خیلی حرف دارم. من که عرف خیلی دوست دارم که حرف دارم، از این به حرف دارم، مشکل اینه که ما همه اونو با حرف دارم بیرون کنن. اینه که در این تحولاتی که صورت گرفته در کشورهای آمریکای لاتین، اینا تمام تابع موازنه قوا بود. یعنی آقای پینوشه همینجوری حاضر نشد که از ریاست جمهوری کنار بیاد. اینها جز پیش شرط های واگذاری قدرت گذراندن قانون عفو عمومی بود، هم در آرژانتین هم در شیلی، یعنی تمام جنایتکارا رو عفو کردن با قانون مسبب مجلس. حتی آقای پینوشه سناتور مادام العمر شد برای که در این ترانزیشن اتفاق بیفته. خب به خاطر همین یه آب سردی بود که بر روی هزاران خانواده ریخت. بعدم، ولی یه عده از پا نمیشستم. کدوم میرم؟ شما از پا نمیشستم. بعدم اومدم، مشخص تو یکی از جنایاتی که به خصوص در آرژانتین میکردن این بودی که وقتی پدر مادری رو میکشتن، یعنی هر دو طرف رو میکشتن و اینا بچه داشتن، بچه اینا رو میدزدیدن و بعد خود شکنجه‌گرا میرفتن برای این بچه شناسنامه میگرفتن و به عنوان بچه فرزندخوانده خودشون جا میزدن. این موضوع در قوانین عفو عمومی نبود. دوباره در آرژانتین اومدن در مادر بزرگا، دیگه مادرها پدر مادرها کشته شده بودن، مادر بزرگا دو مرتبه اومدن طرح دعوا کردن و با این ویدلا اینجوری بود که دو مرتبه رئیس جمهور آرژانتین کارش به دادگاه رسید و محکوم به حبس شد و در زندان مرد. هنوز هم چه در آرژانتین چه در شیلی این رگه های دادخواهی وجود داره. برای اینکه ببینید ما فقط راجع به کشتار صحبت نمی کنیم، در ایران ببینید چقدر مردم رو بی‌حسی کردن، چقدر مال مردم رو گرفتن، چقدر من هنوز تو ایران بودم اموال من توقیف کردن، خودم رو نمیخوام بگم، مثلا خجالت میکشم بگم. خب اینا این دادخواهی ایناست، باید این موضوع مشخص بشه. بعد از سقوط اتحاد جماهیر شوروی تا امروز هم الان 30 ساله، هنوز هم دادگاه موسکو دارن دعاوی دوران تزار رو، اموالی که مصادره کردن اینا. دادخواهی یعنی این، دادخواهی به این نسل تمام نمیشه، دادخواهی به یک موضوع تمام نمیشه، دادخواهی یعنی حق پایمال شده ای را خواستن و مسئولیتش هم فقط به شکنجه‌گر نیست. من نتونستم این شرایط عدالت در دوران گذار رو بگم، اولیش داشت فقیرم، دومیش حالا یا مجازات اگر زنده باشه یا عفو یا هرچی، سومیش مسئولیت دولته. دولت هم نه فقط جمهوری اسلامی، دولتی که جانشین این دولت میشه باید، برای اینکه این مسئول کسی که این شکنجه کرده مأمور دولت بود، برای این مسئولیت دولت ایجاب میکنه. اون دولت یه اصلی هم از اونها اصل قائم مقامی، یعنی دولتی که قائم مقام دولت قبلی میشه
نه فقط در امور مثبت، در امور منفی هم مسئوله و تمام اینا رو جواب بده. بنابراین تا دنیا و خلاصه روزگار هست این دادخواهی باید ادامه داشته باشه تا صاحب حق به حقش برسه. موضوع اینه و برای این کار مورخ باید کار بکنه در جامعه که بشه تاریخ در جمهوری اسلامی تاریخ نمیشه گفت، تاریخ نمیشه نوشت. فرقش هم با زمان شاه این بود، در زمان شاه یک دوره‌ای بود که یعنی بعد از اینکه مصدق رو در بدون غیر قانونی محاکمه کرد به خاطری که مصدق جزء لوایحی که تصویب کرد انحلال دادگاه نظامی بود. برای 28 مرداد مصدق خواستن قانون در دادگاه نظامی محاکمه کنند، قانون نبود، با یه تصویب نامه دولت ما مصدق رو در این دادگاه برای این مدافعات وقت وکلا رو ببینید خب خیلی خوب قانون سازمان امنیت که تصویب شد تمام دعاوی رو بردن به دادگاه نظامی، تمام دعاوی سیاسی رو، قانون مقدمه بر علیه سلطنت و فلانی. بنابراین من وکیل عدلیه میدونستم پای من به دادگاه نظامی نمیرسه، بنابراین با مبارزه دیگه میکردیم برای مثلا چه میدونم همدردی با زندانیان با خانوادهشون هر ولی از سال 56 که دولت آموزگار اومد یه مقدار از دعاوی رو برد به دادگاه دادگستری و پای به دادگاه های مهاجماتی که در دادگاه های جنایی تهران ساری و و و منظورم اینه که تمام راه ها بسته نبود. حتی در شهریور 57 بار برای آگاهی دوستم عطا وکی در زمان دولت شریف امامی یک کمیسیون گذاشتن در دفتر باهری نخست وزیر از سه نهاد کانون وکلا، جمعیت حقوق دانان، جمعیت حقوق بشر دعوت کردن، از هر نهاد دو تا وکیل دادگستری، دو تا نماینده ببخشید. ما رفتیم، وزیر دادگستری بود، معاونش بود، دادستان ارتش بود، بحث اصلی راجع به آزادی زندانیا بود، شهریور 57 ها. ولی من اونجا مطرح کردم که آقا ما وکلا دادگستری چرا از قاتل باید دفاع کنیم؟ میتونیم دفاع کنیم، از دور میتونیم دفاع کنیم، چرا نمیتونیم از متهم سیاسی دفاع کنیم؟ دکتر بایزی در یه پوزیسیون در حال دولت شریف امامی بود دیگه، قبل از البته 17 شهریور گفت آقا حرف ایشون درسته. خب در حال اون روز دادرسی ارتش قبول کرد که وکلای دادگستری بتونن در دادگاه‌های نظامی دفاع کنن. فردا میدونم بخشنامه کردم، بخشنامه هم تو روزنامه ها منتشر شد، زندانی های سیاسی شروع کردن من انتخاب کردم. یعنی من اولین وکیل دادگستری بودم که از شهریور 57 تا 20 یا 21 بهمن تو دادگاه های نظامی شاه دفاع کردم. یعنی باز ما یه راهی برای دفاع داشتیم، راهی که برای اینکه خب اونها هم یه شرایط سیاسی هم کمک میکرد. اگر مثلا یادم اولین موکل هم یه خانومی بودش از یکی از گروه های چپ که برایش تقاضای 10 سال زندان کرد دادستان، ولی چون 4 ما بیشتر زندان نبود به 4 ما محکومش کرد. شرایط سیاسی هم بود ولی میخوام ولی در جمهوری اسلامی به این صورت دیگه نبود برای اینکه نمونهش پرونده سعادتی است و پرونده زهرا کاظمی رو گفتم. اینجاست که من میگم در جمهوری اسلامی راه دادخواهی بسته است به خاطر اینکه دادگستری خودش مأمور سرکوبه باشه. من خیلی کوتاه فقط اشاره کنم به چند تا نکاتی بود و نیکفر و همین اشاره کردن. ببینید یعنی من یکم هم چیزی دارم که مثلا نسبیگرای این خط خوشحال بکنیم که توی مثلا اون دامه نسبیگری بیفتیم. من دقیقت مثلا رو سکرم خیلی توضیح بدم، موجز توضیح بدم که من الان امروز دادخواهی رو محدود نمیبینم اون چیزی که در حقیقت مثلا قبلا میدیدم مثلا 30 سال پیش و در حقیقت اینکه در پیوندش با حوزه‌های مختلف حوزه‌های دیگه میخوام ببینم مثلا تقدم تأخرم نذارم و در حقیقت بیارم اینا با هم دیگه گره بخوره با چیزهای دیگه ما میتونم از اون در توی خودمون بیای بیرون یعنی از ما خانواده ها از توی ما پی میریم اینو توضیح دم. من تا میگم من دقیقا من این امروز دارم شاید به خاطر تجربه یا به خاطر چیز اینه که بیام یک چیز رو باید جا بذاریم دقیقا این یک جا قربانه ما داریم یک جا دقیقا حذف سیاسی یعنی دقیقا حذف کسی که فقط قربانی نیست یعنی جنگیه تلاشی کرده خواسته یک چیز رو بگشایه و دقیقا با اون خشونت یعنی این
نه که برای حذف دیگری باشه، ولی من دقیق خودم رو برای نماینده این میدونم، دقیق این خواست، ولی در حد دوش مباری که فکر میکنم که این چیز نیست که من فقط بیام که فقط اینه، من تو این حوزم و استقبال میکنم و حمایت میکنم و تلاش هم میکنم که تو حوزه‌های دیگه ببینم. و هم اشاره کردم که من در قطع قارون و اینها رو من دهه 60 و مجموعه هم میبینم در موزه تصویر باشه. اینو خواستم توضیح بدم که یه تفاوت اینجا میذارم که گفتم کلنجار با انقلاب که گره میخوره با اون از نظر ستمی که جمهوری میکرده همه اینا میگنجد در اون بسیار چیز بزرگ، ولی یک جا هستش که اون از انقلاب چه چیزی داره، چجوری میشه قرار انگار نبود برای ما که اونجا یکی از مثلا اکتورهای اون سیاسی و اون انقلاب بودیم تو خیابونها، اینجوری نمیدیم چی میشه که اینجوری میشه اونجا دیگه، اون حسفی که میشن برادر من و دیگران چجوری اونا رو. خیلی متشکرم. قبل از اینکه شروع بکنم چون یه سوال دیگه هم از شما شده فقط برای اینکه مطرح بشه، پرسیدن که به نظر شما چه عواملی موجب شده که جنبش‌های دادخواهی همانند کانادا یا دنیای عرب و سایر مثال‌هایی که شما زدید در فضای ایران اتفاق نیفتد، از نظر ساختاری مشکل چیست؟ این خودش موضوع یک جلسه احتمالاً می‌تونه باشه. چرا وقت دارم من؟ ما 5 دقیقه. 5 دقیقه. خب که خود تمام کنم. پس من سعی می‌کنم به همه سوالایی که از من شد اگر بتونم در این وقتی که دارم خیلی مختصر و مفید. اول از شما شروع کنم، گفتید که اگر افکار عمومی اون باشه که برای قطع در چیکار کنن، شادی کنن و موافق باشم، وقت من چی فکر میکنم؟ من چون نفهمیدم در سوال، ولی اجازه بدید جوابی که توی ذهنم هست وقتی که داشتید این سوال رو میکردید. ببینید، من افکار عمومی رو ذات انگارانه نگاه نمی کنم. من وقتی که یه اتفاقی در عرصه عمومی میافته به عنوان یک پژوهشگر مسائل اجتماعی و سیاسی، این سوال برای من پیش میاد که این اتفاق، این افکار عمومی چجوری در چه برهه تاریخی در تحت چه شرایط فرهنگی سیاسی اجتماعی شکل گرفته، پیامدهاش چی است و علل تاریخیش چی هستش. یعنی به عنوان یک پژوهشگر برای من هیچ نوع افکار عمومی فیکس ذاتی، مثلا که حالا بعضی وقتا میگن ایرانی ها اینجوری هن، ایرانی ها اونجوری هن، وجود نداره. بنابراین اگر در یک دوره ای، و برای همین من بحثم رو با این شروع کردم که خاوران برای من در یک بودی اون سمبولایز میکنه اون خشونتی، اون شبه خشونتی و اون چرخه خشونتی که در 100 سال اخیر بر فراز ایران و برای هر چرخش سیاسی وجود داشته و داره. بنابراین اگر که افکار عمومی ایران سکوت کنه یا در مقابل یک جنایت آشکار دست بزنه، من به عنوان یک پژوهشگر میگم که ما چه کار کردیم و یا چجوری به هر حال نتونستیم، قصور کردیم و نتونستیم که تأثیر بذاریم روی این خشونتی، این چرخه خشونتی که در ایران هنوز ادامه داره. در مورد مسئله آقای نبوی، من ببینید، من در مورد اصلاح طلبی به عنوان یک پروژه سیاسی به خصوص در این برهه تاریخی در ایران نظر دارم، ولی نماینده اصلاح طلبان نیستم. همون جور هم میگم که آقای نبوی هم در این حرف رو زده، ایشون نماینده خانواده های و کسانی که در 67 کشته شدن نیستن، بنابراین ایشون هم نمیتونه صدای نماینده اون صدا باشه، بنابراین بر دست ایشون نیست که حالا باید بگذاریم یا نگذاریم. من فقط همین کامنت رو میتونم داشته باشم در مورد حرف آقای نبوی. تنها در صورتی شما میتونید به جلو حرکت کنید به عنوان یک ملت، و تاریخ آلمان به نظر من درس خیلی خوبیه که بتونید در مورد گذشته یک روایت جمعی و یک روایت ملی داشته باشید. و برای همین من کاملا با آقای نیکفر موافقم که به نظر من این جزیره ای کردن ها هیچ کمکی به اون تغییری که باید در وجدان ملی ایران، و وقتی میگم ملی ایران یعنی من منظورم تمام در بر که در برگیرنده تمام اقشار به حاشیه رونده شده و زنان که نیمی از جامعه هستن و به قول معروف صداشون به حاشیه رونده شده و بقیه،
همه اینها رو در بر بگیره. بنابراین من از منم کاملا موافقم با این تجربیاتی که یا فرقه‌ای میشه یا جزیره‌ای میشه و هیچ نوع پیوندی یا اون چیزی که ما میگیم اینترسکشنی بینشون حداقل تلاش نمیشه از طرف نخبگان که این پیوندها رو و این پلها رو بهش صحبت بشه یا قوام پیدا کنه. خیلی متشکرم از شما، هم تو خیلی ممنونم از همه دوستان که اینجا با ما بودن در نشست تجربه های دادخواهی. ما تلاش خواهیم کرد که این نشست ها رو بیشتر برگزار بکنیم. همینطور از همگی میخوام خواهش بکنم که سر بزنند به سایت دادخواست، اونجا این امکان که دادخواهی بکنند به فارسی و به نوع و به آسانی با چند تا کلیک در واقع فراهمه و امیدوارم که به حال جلسه چنان که ما سعی کرده بودیم تدارک ببینیم مفید بوده باشه. ممنون از همگی و خسته نباشید.